و خدای بزرگ و باید نام خدای بزرگ و سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز علاقمندان به رشته معید والیبال با هفته 14 رقابت لیگ برتر والیبال قهرمانی مردان کشور از تلویزیون اینترنتی آنتن ما در خدمت شما هستیم، جایی که بورسان رقم 3 میزبان فولاد سیرجان ایرانیان هست. دیدار بسیار نزدیک و حساس، جایی که تیمای اول و دوم نیم فصل اول ما در فصل 1402 به مسافه هم رفتم. من سریع ترکیب دو تیم رو خدمتتون قرائت میکنم. برای هورسان رامسر اشکان درخشان 5، 7 علی عثمان 8، مصطفی نجفی 10، جابر اسماعیل پور 18، خان مصور 20، آرمین قلیش نیازی لیبروی شروع کننده، رافی تبریز 2، سرمربی آرش صادقیانی. این زن برای تیم یک دست قرمز پوش فولاد سیرجان ایرانیان: بهروز عطایی 5، محمد فلاح 6، سید محمد موسوی 9، پوریا حسین خانزاده 10، شهروز همایون فرمنش 18، محمد طاهر وادی 23، عارف مرادی لیبروی شروع کننده، مهدی مرندی 2، سرمربی که عرض کردم آقای بهروز عطایی، داور اول ابراهیم فیروزی، داور دوم مهرداد ششتری، دو داور بین‌المللی فدراسیون والیبال ما و نماینده سازمان لیگ محمد پجوس، ناظر فنی و داوری امیر صداقت. بریم زمین بازی ببینیم چه خبر. دو تیم در امتیاز 2-2 در ست اول مساوی هستن، تا عارف مرادی برای فولاد سیرجان در خط سرویس قرار بگیره، یار شماره 23 که اولین بازی رسمیش رو در سوپر لیگ، جالبه بگم، در همین سالن شهید صدر آغاز کرد. مصطفی نجفی، اشکان درخشان برای جابر اسماعیل پور، مسیر راست برست و مستقیمی که بیرون هست. خط نگهدار سوم به درستی پرچم زد و امتیاز سوم برای فولاد سیرجان به دست اومد. بار دیگه عارف مرادی با یه سرویس رو بزنه، ابراهیم فریزی اجازه کار رو به اون میده، اشکان درخشان برای چیرسی برای علی عثمان، یار مطمئن رامسریا در این فصل اول که عملکرد بسیار خوبی داشت. انشالله در خلال گزارش میپردازیم به آماری که داریم از دو تیم، بازیکنانی که در ترکیب تیم منتخب نیم فصل اول هم حضور داشتن. 3-3 مساوی هستند و استقبال بی‌نظیر مشتاقان و علاقمندان به والیبال در شهرستان رامسر از این بازی در نوع خودش بی‌نظیر است. عارف مرادی به زیبایی هرچه تمامتر به پرواز در میاد و با این اسپک سنگین که روانه زمینه پورسان کرد، امتیاز 4 رو حالا به دست میاره. مرادی، عارف، آرمین قلیش نیازی، مصطفی نجفی، توپ رو به دستان محمد طاهر وادی زد و امتیاز 4 رو برای رامسر به دست آورد. چهار چهار، هر دو تیم مساوی هستند. این هم آرمین قلیش نیازی از لحاظ آماری در جمع 6 بازیکن برتر این فصل اول هم قرار گرفت. خانزاده، وادی برای عارف مرادی، مصطفی نجفی لحظه او رو دفاع کرد در منطقه چار زمینه اونسان، اما اسپک او انقدر پرقدرت بود که بعد برخورد به مدافع روی تور راهی بیرون شد تا سید محمد موسوی، کاپیتان و بازیکن با سابقه ملی پوش والیبال ما، پشت خط سرویس قرار بگیره. اشکان درخشان برای خود مصطفی نجفی، سه مدافع پتوب رو محمد فلاح رد کرد و امتیاز ششم برای فولاد سیرجان به دست میاد. سیرجانی که در فصل 1399 تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. سید محمد موسوی توپ رو میگیره و منتظر میمونه تا اجازه کار رو ابراهیم فریدی بهش بده، یار شماره 6 که یکی از اون ستاره‌های تیم آقای بهروز عطایی است. خان مصور به بیرون زد، 7-4 برای فولاد سیرجان. دور رفت اولین بازی رو فولاد سیرجان موفق شد در
سیرجان با حساب 3-1 در حالی که ست اول رو واگذار کرده بود به پورسان، بازی رو از آن خودش بکنه. به هر حال تیم صدرنشین این رقابت ها سولاد سیرجانی که از 13 بازی یک باخت رو در کارنامه می‌بینه، اون باخت 3-2 مقابل طبیعت اسلام کرد. این سمت پورسان رامسر بسیار خوب ظاهر شده، جوانان آرش صادقیانی تونستند با برتری هایی که به دست آوردن عنوان دوم رو در نیم فصل به دست بیارن. حالا مصطفی نجفی یار شماره 8 امتیاز پنجم رو برای رامسر به دست میاره. یه جا در سالن واقعا به اندازه به قول معروف سوزن انداختن هم نیست. عزیزان اگه صدای ما رو میشنوند باشن پای تلویزیون اینترنتی آنتن و گزارش رو ببینن به شیصد نیان. اشکان رخشان، مصطفی نجفی، عارف مرادی دریافت خوبی رو انجام داد، شهروز و ماهی فرمنش ولی خود عارف مرادی او رو دفاع کردن، حمایی که انجام گرفت. مهدی مرندی باز عارف مرادی جای خالی رو انداخت. اشکان درخشان سرعت با خان مصور، شهروز و ماهی فرمنش دریافت انجام شد. مصطفی نجفی رالی خوبی رو شاید هستیم. یه نگاه بادی با خانزاده خان مصور و جابر اسماعیل پور دفاع میکنن. پوریا خانزاده واقعا تیم آقای بهروز عطایی برای قهرمانی بسته شده، اما این صبورسان رامسر با جوانان خودش با میانگین سنی 23 سال کار بزرگی رو در نیم فصل اول انجام دادن. پوریا خانزاده، مهدی مرندی برای عارف مرادی، توپای زیادی بروخت میشه، درخشان جابر اسماعیل پور و خان مصور حیاز روی تور امتیاز رو برای هورسان رامسر به دست میاره. حالا دو تیم در ست اول در عدد 7 مساوی میشن. 7 مساوی به تشویق بی امان تماشاگران و مشتاقان رامسری آذربایجان. شیصد رساد شهر هورسان تنها نماینده بازمانده والیبال استان مازندران هست در سوپرلیگ والیبال ما. پوریا خانزاده، عارف مرادی به بیرون زد، کاملا مشخص بود تمام توپا در خط حمله عارف مرادی ختم میشه. حالا بهروز عطایی اولین وقت استراحت خودش رو میگیره. پورسان 8-7 پیش افتاده است، رقیب نامدار و پر مهره خودش و صد البته از کار بزرگ بازیکنان اورسان در نیم فصل اول ما نباید بگذاریم. در 600 از 8 بازی که در نیم فصل میزبان بودن، 7 بازی رو با حضور این تماشاگران تونستن به نفع خودشون خاتمه بدن. اورسانی که با رحمان محمدی راد بازی رو شروع کرد و اما در ادامه نیمکت به آرش صادقیانی سپرده شد و اینم بهروز عطایی سرمربی فصل قبل عراض آمول که در تیم ملی ما هم حضور داشت. 8 تماشاگران مشتاق رامسری و آیا ابراهیم فیروزی از داوران بسیار خوب و والیبال کشور ما رو هم لحظه دید و اشکان درخشان کاپیتان محمد فلا دریافت انجام شد توسط استان نجفی. امتیاز رو به دست میاره اما عارف مرادی نمیده. شهروز و مایون فرمانش باز اون رو دفاع کردن. وادی نقشه چیست؟ خانزاده اشکان درخشان، علی عثمان خودش از پشت خط امتیاز 9 رو برای رامسر کسب کرد. بی نظیر بود یاره پاکستانی رامسر، رامسر یا در این فصل اول زمزمه هایی من میبر پیدستن و به تیم شهداب هم به گوش رسیدم و هر طریق ممکن مون در تیم اورسان. همایون فرمانش، محمد فلا به بیرون زد با حد اکثر اختلاف، توپی که به اصلا به دستان مدافع روی تور هم نرخوردی نداشت. در این فضایی که ما حضور داریم در این ارتفاع بالا همه چیز مشخص هست. یه هست باری دیگه کاپیتان اشکان درخشان در راه یا ملل مریوان هم بوده پاسور 37 ساله رامسری ها که توپ رو به تور میزنه و اصفایی هم میکنه از هم تیمی های خودش. 10-8
فعلا برتری با هورسان هست. محمد طاهر وادی پاسور ملی پوشه والیبال ما علی عثمان اشکان درخشان پایت رو بدون دفاع علی عثمان فریاد روی هماهنگی محضش با کاپیتان اشکان درخشان به زیبایی هرچه تمامتر اجرا میکنه و ارمغان این پایت و این نقشه زیبا عدد 11 هست برای تیم هورسان. چهارمین سال حضور تیم هورسان رامسر در بالاترین سطح والیبال کشور ما رو شاید هستیم. 11-8 مصطفی نجفی او هم به تیر میزنه. به هر حال در مقابل تیمی که این همه بازیکن دریافت کننده عالی داره چاره ای جز زدن سرویس با ریسک عالمی نیست. شهروز و مایون فرمانه با شهداب قهرمان لیگ برتر شد. اشکان درخشان جابر تو رو دفاع میکنن محمد فلاح پوریا خانزاده خیلی آرام به توپ ضربه زد. 11-10 اختلاف به عدد 1 میرسه. یازده ده شهروز اومایون فرمانش بازیکن مورد علاقه مهرز عطاییست. شب دست دریافت عالی اشکان درخشان برد برای علی عثمان تو رو فقط رد کرد. پوریا خانزاده خود پوریا محکم و پرقدرت مصطفی نجفی رسید به توپ اما خیلی عجله کرد. حالا 11-11 مساوی. دو تیم مساوی هستن تا شهروز سرویس رو بزنه. درخشان پایت رو این بار با مصطفی نجفی که شهروز و مایون فرمانش نتونست دریافت کاملی رو داشته باشه. 12-11 دریافت اول باید به پاسور برسه تا خط حمله متنوع کار بکنه. چه اشکان درخشان چه محمد طاهر وادی. خان مصور دریافت شهروز ما این فرمان اصلا خوب نبود. پوریا خانزاده لحظه آرمین قلیش نیازی رو دفاع کرد. فلاح در نقش باسور بازم برای پوریا تون رو دفاع میکنه آرمین قلیش نیازی. آرمینی که در این فصل اول دفاع خوبی رو از اون شاهد بودیم. چقدر عالی عارف مرادی از منطقه دوی زمین خودشون امتیاز رو به دست آورد. محمد فلاح علی عثمان اشکان پاست سرعت که اصلا مشخص بود که خوب ساخته نشد برای آرمین قلیش نیازی و خطای دو ضرب رو ابراهیم فیروزی گرفت از اون. به بیرون زد محمد فلاح خیلی میلیمتری سرویس رو به بیرون رفت. 14-13 برای اورسان. مشکی و طلایی پوشان اورسان رامسر در این دیدار ست اول با یک اختلاف امتیاز پیش هستند تا جابر اسماعیل دور آغاز کننده در خط سرویس باشه. او هم به تور زد. سومین سرویس خطایی است اگه اشتباه نکنم که بازیکنان اورسان به تور زدن. عارف مرادی علی عثمان در یافتو اصلا خوب نبود و ایست رو عارف مرادی گرفت از اون.
15-14 حالا این فولاد سیرجان هست که برتری داره. عارف مرادی 3 سال است که در فولاد سیرجان هست. اشکان درخشان علی عثمان توپ رو فقط رد کرد. پوریا خانزاده نتونستن او رو دفاع بکنن. 16-14 و ای آرش صادقیانی وقت استراتش رو میگیره تا با بازی کنن صحبت بکنه. صحبت های بهروز عطایی رو لحظه دیدی تماشاگران رامسری که چه در لیگ یک چه در لیگ برتر نماینده شهرشون رو تنها نذاشتن و آرش صادقیانی که داره صحبت میکنه با بازیکنان خودش با علی عثمان در رستشون. ما از فرصت هم استفاده میکنیم. به هر حال در روز زن و روز مادر هستیم، تولد خانم فاطمه زهرا رو ما تبریک میگیم. عارف مرادی یک بار دیگه باید سرویس رو بزنه. 55% حملات او در این فصل اول منتج به نتیجه شده، حالا اینجا به تور میزنه. علی عثمان 206 امتیاز رو در این فصل اول او برای اورسان به دست آورد. خانزاده وادی با سید محمد موسوی و امتیاز رو به دست میاره. کاپیتان با تجربه و افتخار فولاد سیرجان پوریا خانزاده به بیرون زد. پوریا خانزاده امتیاز 16 برای اورسان هست. آرمین قلیش نیازی مرنگی نتونست در یافت رو انجام بده و لیبروی با تجربه فولاد سیرجان ناموفق بود در یافت مقابل سرویس آرمین قلیش نیازی. آرمین قلیش نیازی بدون شک او از آینده داران والیبال ماست. با تیم ملی نوجوانان نایب قهرمان جهان شد. فقط 18 سال سن داره. آرمین قلیش نیازی مرنگی این بار دریافتش خوب است. شهروز ما این فرمانش رو دفاع کرد اما قبل از اون خطای برخورده اشکان درخشان به تور رو آی شوشتری داور دوم میگیره. 18-17 برای فولاد سیرجان. سید محمد موسوی به تیر میزنه. سید محمد موسوی 18-18 مرندی شهروز ما این منش رو حالا به کار میگیره. وادی صحبت های مهدی مرندی با شهروز ما این فرمانش مصطفی نجفی در روزش اصلا خوب نبود. رافعی طبری برای مصطفی نجفی. خود جابر اسماعیل‌پور این بار
شهروز به دست مدافع زد امتیاز رو با هوش خودش به دست آورد. وقت استراحت این بار برای آرش صادقیانی و اورسان رامسر هست. دو تیم میرم نزد مربیان خودشون. صحبت های بهروز عطایی برای فولاد سیرجان و آرش صادقیانی برای اورسان رامسر. اینم بهروز عطایی است، تیم ملی ما رو قهرمان آسیا کرد، قهرمان بازی های آسیای 2022 هم کرد. مصطفی نجفی درخشان، توپ دستانی سر خورد، در حال هوای شرجی توپ خیست، این گرفتاری رو هم داره. 18-21 سه امتیاز اختلاف برای فولاد سیرجان با محمد شایر وادی که طلای بازی های آسیای 2013 نقره قهرمانی آسیای 2015 رو داره. سرویس رو بزنه مصطفی نجفی. پوریا خانزاده و شهروز ما این فرمانی که به تور برخورد میکنه، امتیاز 19 برای اورسان به دست بیاد و مطابق انتظار سیاوش زمانی یار 16 ساله اورسان رامسر میره در خط سرویس تا کمک بکنه به تیم خودش. بازیکن ساروی رامسر فقط 16 سال سن داره، یار شماره 19. حالا شما تصویرش رو ملاحظه میکنید. به تور زد و خیال فولاد سیرجان رو راحت کرد. مصطفی نجفی هم به جای خودش برمیگرده در تیم اورسان. 22-19 بازم باید شهروز و مهین فرمانه سرویس رو بزنه مصطفی نجفی. این بار دریافتش خوب هست. علی عثمان، مهدی مرندی، خانزاده، دریافتی که شکل گرفت بر طریق ممکن. علی عثمان این بار دیگه موفق بود. یکی از اون اسمک های پرقدرتی خودش رو زد. امتیاز 20 برای اورسان به دست بیاد. اسم دو 20 برتری، دو امتیاز هست برای نماینده سیرجان. خان مصور 18 سال سن داره، فصل قبل در پاکستان بازی کرد. هم به تور زن دیگه. سرویسی که اینقدر ریسکش پایین زده میشه، حداقل انتظار این است که از تور رد بشه، اما خان مصور سرویس رو به تور زد. 23-20 شرایط همه چیز به نفع فولاد سیرجان هست. اشکان درخشان ولش نیازی رو سید محمد موسوی تک دفاع میکنه. تقابل جوانی و تجربه به نفع سید محمد موسوی با تجربه است. 24-20 و سید پوینت شکل خواهد گرفت با سرویس محمد فلاح یا نه. باید ببینیم دریافت اول به چه شکل است، پاس به چه شکل و واکنش رامسری ها چطور خواهد بود. آرمین قلیش نیازی و عارف مرادی با این سرویسی که دریافت خوبی رو همراه نداشته، تیم اورسان رامسر با این اسپک خوده خوب خودش امتیازه 25 رو به دست میاره. 25-20 تا اول رو فولاد سیرجان از آن خودش میکنه.
سلام مجدد ما رو پذیرا باشید از شهید صدر صادشر در غربی ترین نقطه استان و مازندران در رقمسر زیبا هفته 14 همون رقابت لیگ برتر والیبال رو ما از تلویزیون اینترنتی آنتن در خدمت شما علاقمندان هستیم. اگه با ما همراه بودید مشاهده فرمودید که بازی به چه شکل پیش رفت و ست اول رو فولاد سیرجان ایرانیان شاگردان بهروز عطایی تونستن مقابل میزبان خودشون یعنی هورسان رامسر از اون خودشون بکنن. برحال بازی حساسی در جدول رقابت و جدال تیمای اول و دوم نیم فصل است. فولاد سیرجانی که عنوان اولی رو به دست آورد، این سمت هم هورسان رامسر نتایج بسیار خوبی گرفت، توانست خودش رو تا رتبه دوم جدول بالا بکشه. محمد فلاح امتیاز اول رو به دست میاره برای تیم قرمز پوش فولاد سیرجان. در حال عرض کردم تیم پرمهره فولاد سیرجان با کلی بازیکن با تجربه و ملی پوش بهروز عطایی رو در رأس کادر فنی خودش میبینه، در مقابل تیم با انگیزه کورسان رامسر قرار گرفته. امتیاز دوم هم شکلی که بازی کردید برای تیم فولاد به دست اومد. محمد فلاح دو هیچ برای فولاد سیرجان هست. علی عثمان درخشان خان مصور امتیاز اول رو گشت کرد در ست دوم برای هورسان رامسر. دو یک مصطفی نجفی. بازم به تو واقعا در سطح خطای سرویس بازیکنان هورسان در ست اول زیاد بود و ست دوم هم به تور زد اولین سرویس رو مصطفی نجفی. عارف مرادی بازیکنی که عرض کردم از همین سالون اولین بازیش رو در لیگ والیبال شروع کرد، سه سال در فولاد سیرجان هست. اشکان درخشان جابر اسماعیل پور رو پوریا خانزاده و حسین محمد موسوی دفاع میکنن. 4-1 برای فولاد سیرجان. هر حال در این جو بازی کردن کار سختی است، اما سیرجانی ها بازیکنان با تجربه رو دارن. عثمان او باید راه بیفته تا هورسان روند امتیازگیریش شکل بگیره. 4-2 خانی امیر حسین خانی جایگزین جابر اسماعیل پور میشه. خان مصور شهروز و مهم فرمانش وادی برای پوریا خانزاده. آرمین قلیش نیازی رو لحظه دفاع کرد. طاهر وادی بازم خانزاده ولی به بیرون زد این بار. 4-3 برای فولاد سیرجان هست. دو بار در منطقه 4 نتونست خانزاده کاری رو انجام بده. خان مصور وادی با سید محمد موسوی، خودش هم میگه که توپ به دست مدافع برخورد نکرده. حالا دو تیم در امتیاز 4 برابر میشن. 4-4 مساوی. خان مصور پوریا خانزاده وادی برای خود پوریا موفق در کسب امتیاز 5. خود
کوریا خانزاده متولد سال 83 بابل با تیم نوجوانان قهرمان آسیا شد، با جوانان قهرمان جهان. به تور زد یار شما اینو همه چیز. حالا با این سرویسی که پوریا خانزاده به تور میزنه در عدد 5 مساوی میشه برای هر دو تیم. امیر حسین خانی هم رواری که رامسری ها در این بازی در پیش گرفتن، یعنی زدن سرویس به تور رو از بین نبرده، به تور زد. شش من برای فولاد، حتی سید محمد موسوی. رافعه طبری، اشکان درخشان برای علی عثمان. پوریا خانزاده وادی برای شهروز ما این فرمانش. رافعه طبری یه نگاه انداخت اشکان درخشان به علی عثمان، نتونستن اون رو دفاع بکنن. واقعا روی تور چشمان علی عثمان باز هست. شش عثمان مرندی، عارف مرادی، علی عثمان که توپی رو از دست داد. هفتمین امتیاز برای فولاد سیرجان. تماشاگران رامسری او رو تشویق میکنن. وادی با سرویس رو بزنه علی عثمان، درخشان برای مصطفی نجفی، مهدی مرندی، همایون فرمانش برای عارف مرادی که امیر حسین خانی دریافت رو انجام داد. تعلل در زمین اورسان. وادی برای شهروز همایون فرمانش که قدر این توپ رو او حالا میدونه. 8-6 برای فولاد سیرجان. این توضیح هم من عرض بکنم که عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، ست اول رو اورسان تونست به برتری دست پیدا بکنه. فولاد سیرجان اصخایی میکنم تونست به برتری دست پیدا بکنه، این بار بدون این که مرندی و پوریا خانزاده دریافت رو انجام بدن. علی عثمان خوان رو کس میکنه برای اورسان. ولیچ نیازی، آرمین چل دفاع مستقیم رو داشت، برتری مدافعان لیگ در این فصل، اول اون سوم شد. آرمین ولیچ نیازی چل دفاع رو انجام دادن در مورد عارف مرادی. 8-8 بازم کار به تساوی کشیده میشه. وادی با پوریا خانزاده، دفاع نرسید و پوریا خانزاده کار سختی رو نداشت. توی پاسی که برای او آماده کرد محمد طاهر وادی. 9-8 شهروز ما این فرمانی عثمان برای امیر حسین خانی. تو برتری رد شد. درخشان برای مصطفی نجفی و عارف مرادی که دفاعی رو انجام داد مقابل او. بازیکنان اورسان اعتقاد به 14 دارن، اما به نظر میرسه که تصمیم آقای ابراهیم فیروزی درست بود در ادامه بازی. 10-8 شهروز ما این فرمانه. بازم با سرویس مصطفی نجفی فقط توپ رو رد کرد. طاهر قاضی دست رو خوند، عارف مرادی به بیرون زد.
لحظه برتری یک امتیازی برای فولاد سیرجان ایرانیان هست. اشکان درخشان پس رقم در راه یا ملل بود. پوریا خانزاده دست رو با عمودی که کرد پشت توپ با قدرت حرکت تمامتر امتیاز 11 رو به دست میاره برای تیمش. محمد فلاح به سرویس رو بزنه. فلاح تبری مصطفی نجفی رو دفاع میکنن. سید محمد موسوی و پوریا خانزاده. آرش صادقیانی وقت استراحت رو درخواست میکنه. صحبت های آقای آرش صادقیانی که 7 سال با رایان ملل بود، 4 سالش رو در لیگ برتر حضور داشت. و این برم بهروز عطایی که در سال 1400 جایگزین آقای آلکنو در تیم ملی بزرگسالان شد، اما بعد از باخت به چک در انتخابی المپیک استعفا داد از هدایت تیم ملی. تیم ملی ما که سرمربیش هنوز مشخص شده نیست و فدراسیون والیبال ما که چند سوای کوتاهی است سرپرست خودش رو شناخته. دوازده محمد فلاح خان مصور امیر حسین خانی به بیرون زد. 13 محمد فلاح یاره شماره 5 به تور میزنه و امتیاز 10 با این سرویس محمد فلاح که به تور زده شد برای اورسان به دست میاد تا مصطفی نجفی بازیکن دریافت قدرتی که وسط قبل در گیتی پسند بود با 24 سال سن سرویس رو بزنه محکم و پر قدرت. دریافت عالی شهرز مهین فرمنش و سید محمد موسوی زیبایی هرچه تمامتر بی حرف و حدیث امتیاز رو به دست آورد. برحال حسفک هایی که خاص او هست چرخش در بالاتنه چرخش و مچم زمان و از کنار دست مدافعان تو بلوشالاغوار روانه زمین حریفان میکنه. عارف مرادی رافع تبری علی عثمان نتونستن او رو دفاع بکنن. یازده چارده امتیاز برتری برای تیم قرمزپوش یعنی فولاد سیرجان و خان مصور سرویس رو چه شکل خواهد زد. پوریا خانزاده سید محمد موسوی باز هم در حمله به کار گرفته میشه. وادی برحال گزینه های مطمئن رو در داخل زمین داره. پوریا خانزاده پوریا حسین خانزاده که در قسمت برترین سرویس زنان در این فصل اول در رتبه سوم قرار گرفت. درخشان توپ رو رها کرد. شهروز توپ رو فقط رد کرد. خطای برخورده بازیکن اورسان به تور رو شوشتری این آقا مهداد شوشتری داور دوم میگیره. دو داور بین المللی ما تا بدینجا نظافت خوبی رو داشتن. علی عثمان چقدر بد اختلاف امتیاز داره زیاد میشه. 17-11 و باز هم وقت رو میگیره آقای
آرش صادقیانی تا با شاگردان خودش صحبت بکنه. فولاد 13 بازی این فصل اول انجام داد، 12 رو با برتری به پایان رسوند. این سمورسان رامسر از 13 بازی 9 برد رو داشت که ماحصل اون رتبه اول و دوم برای دو تیم فولاد سیرجان و اورسان رامسر هست در نیم فصل اول. و این هم که هفته اول دور برگشت هفته 14 رقابت ها رو با در خدمت شما عزیزان هستیم از تلویزیون اینترنتی آنتن از شهر زیبای رامسر 17-11. پوریا حسین قازداده 201 امتیاز رو در این فصل اول به دست آورد، پدیده لیگ ما در فصل 1401. آرمین دلش نیازی از دستان همتای خودش یعنی سید محمد موسوی امتیاز 12 رو به دست آورد. خانی امیر حسین مرندی یه نگاه انداخت بادی پوریا خانزاده دریافت انجام داد. امیر حسین خانی ببینی وادی چه کار میکنه، توپ رو رد کرد، اشکان درخشان برای عثمان به بیرون زد. خودش یه نگاهی معنیداری رو انداخت به زمین علی عثمان. اجده دوازده سید محمد موسوی ملی پوش والیبال ما سرویس رو باید بزنه. هم افتخارات فردی و هم افتخارات تیمی فوق‌العاده بی‌نظیر است و علی عثمان که وادی و محمد فلان نتونستن اون رو دفاع کنن. الله چه توپی رو دریافت نکردم این حسین خانی. 19-13 6 امتیاز برتری و حاشیه امنیت برای تیم فولاد سیرجان. یه لازم صحبت آقای عطایی با فلاح رو شاهد بودید. نجفی همایون فرمانش دریافت عالی او خود شهروز امتیاز 20 رو به دست میاره. یه دو تعویضه رو داره میره آرش صادقیانی. عمران کوجلی پاسور 18 ساله خودش رو جایگزین اشکان درخشان خواهد کرد و ابراهیم جعفری که به جای آرمین قلیش نیازی به بازی میاد. وادی تو رد نشد از تو و امتیاز 14 در ست دوم برای پورسان هست. ابراهیم جعفری خسته قبل در رای آب ملل بود اهل بیشتر یار شماره 6 رامسر. وادی شهروز و ما این فرمانش موفق در کسب امتیاز برای تیم خودش و امتیاز 21 که به دست میاد. آیا اتفایی هم از این بالا میبینیم که مدام داره برگاه آنالیز رو چک میکنه، با وادی هم الان داره صحبت میکنه و شهروز و این فرمانش سرویس رو بزنه محکم و پرقدرت. کوکجلی با علی عثمان توپ رو فقط رد کرد، اتفاقی باز کم بود. پوریا حسین خانزاده رو به زیبایی خان مصور
دفاع کرد. هم عارف مرادی و هم پوریا خانزاده در برترین حمله کنندگان لیگ در این فصل اول های زرتای اول و دوم بودن. 55% موفقیت در حمله رو داشتن. عمران کوکچلی واسه تیم ملی نوجوانان اهل استان گلستان خان مصور فقط جای خالی رو رد کرد. فلاد دست خانی رو خوند. پوریا خانزاده اون رو دفاع کردن. عارف مرادی عمران پایت رو به زیبایی این بار دیگه جواب میده. علی عثمان فریاد و بهروز عطایی مجبور میشه وقت استراحت رو بگیره. صحبت های آقای صادقیانی رو ببینید در کادر او حسام نایجی، امیرحسن صمیمی و علیرضا شاهمیری هم حضور دارند. در حال عرض کردم رحمان محمدی را در این فصل حضور داشت با توجه به نتایج بسیار درخشانی که اورسان با رحمان محمدی را در فصل قبل گرفت. در فصل قبل در دور مقدماتی چهارم شد اما در رده‌بندی پایانی اورسان رامسر نسبه عنوان پنجمی برسه. فصلی که با قهرمانی شهداب به پایان رسید و این فصل هم دیگه باید انتظار بشنیم نیمی از راه رو طی کردیم و اولین بازی دور برگشت رو ما از شهید صدر سادات شهر بازی بین اورسان رامسر و فولاد سیرجان ایرانیان در خدمت شما هستیم. عمران کوکچلی، شهروز و مایون فرمانی دریافت کننده بسیار قابل اعتمادی است. عمران برای امیر حسین خانی. قطفاس را خوب نبودن در تیم اورسان امروز. علی عثمان را محمد فلاح تک دفاع میکنه. 22-16 اختلاف عدد 6 میرسه تا محمد فلاح برای سرویس رو بزنه. به هر حال فصل قبل با سعید رضایی فولاد سیرجان عنوانی بهتر از هشتمی رو به دست نیاورد. تیمی که در فصل 1400 در سال 1400 قهرمان آسیا شد. 1399 هم که قهرمان سوپر لیگ شد با محمد رضا تندروان. کوکجلی سرعت با خان مصور امتیاز رو به دست میاره. یار پاکستانی، هر دو پاکستانی و اورسان در ترکیب هستن. حالا میان در دفاع روی تو در کنار امیر حسین خانی، خان مصور، علی عثمان و امیر حسین خانی و این هم مصطفی نجفی. مرندی دریافتش خوب نمون. توپ رسید به عارف مرادی و امتیاز رو به دست میاره. بهترین حمله کننده نیم فصل اول عارف مرادی که عرض کردم 191 امتیاز رو به دست آورد در حیث حمله کنندگان در رتبه یک قرار گرفت. عارف مرادی چه دریافت بدی. علی عثمان فقط باید توپ رو رد بکنه، این کار رو انجام میده. پوریا خانزاده عارف مرادی به بیرون زد توپ رو و علی عثمان میگه که توپ برخوردی به دستانمون نداشت. سید محمد موسوی، وادی، عارف مرادی، پوریا خانزاده همه معتقده که توپ به دستان عثمان برخورد کرد اما عثمان با وادی صحبت میکنه میگه که توپ برخوردی نداشت به دستش. کاپیتان سید محمد موسوی میره با ابراهیم فیروزی صحبت بکنه. 23-18 برتری با فولاد سیرجان هست. و اعتراض فریاد آقای بهروز عطایی مشاهده است. این سمتم هنوز داره صحبت میکنه سید محمد موسوی با ابراهیم فیروزی. خان مصور، عارف مرادی باز هم مطمئن در حمله. 24-18 و فولاد سیرجان این ست رو هم میره که از آن خودش بکنه.
اشکان حق دوست یار شماره 3 به بازی میاد به جای وادی. علی عثمان توپ رو به سر سید محمد موسوی زد. امتیاز 19 برای پورسان هست. دریافت با تیم فولاد سیرجان هست. مرندی علی عثمان امتیاز 20 رو به دست میاره. شادی برای تماشاگران و حاضران رامسری. بیست و چهار بیست. سید محمد موسوی مطمئن در کسب امتیاز 25. ست دوم رو هم فولاد سیرجان به سود خودش به پایان میرسونه. ما انشالله با آغاز ست سوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
آماده بشیم برای آغاز ست سوم. به هر حال دو ست رو تونست فولاد سیرجان به نفع خودش خاتمه میده. ما اینم ست سوم هست. شهرزاد فرمانش، عمران کوکلی، امیرحسین خانی را دفاع میکنن. به هر حال قطب‌پاسور جابر اسماعیل پور از ابتدا در ترکیب بود که آقای آرش ساتویانی رو عوض کرد، امیرحسین خانی جایگزین شد که فعلا نتونستن کار خاصی رو مقابل مدافعان روی تور و دریافت عقب زمین فولاد سیرجان انجام بدن و امتیاز اول به دست اومد و بهدی مرندی دریافت رو انجام میده. پوریا خانزاده، پوریا علیزاده پاسور شماره یک کورسان هم جایگزین رافع صبری شده. شهروز ما این فرمانه ایست را دستان لیبرو میگیره و به نظر میرسه که این ست هم کار مشکل باشه برای شاگردان آرش صادقیانی در هورسان رامسر. استقبال بی‌نظیر و اینم بهروز عطاییست که داره صحبت میکنه با نیمکت نشینان خودش. استقبال بی‌نظیر رو رامسری ها انجام دادن است. این بازی شهروز ما این فرمانش. کوکجلی منطقه چهار که مهدی مرندی دریافت عالی رو انجام داد. خانزاده، پوریا علیزاده، عمران کوکجلی، خان مصور پاسش خوب نبود، عارف مرادی و مصطفی نجفی او رو دفاع کرد. خان مصور به عمران کوکجلی میگه که پاسش کوتاه هست. 3-1. خان مصور 3-1. مهدی مرندی، عارف مرادی تو به سر مصطفی نجفی هم برخوردی داشت و به بیرون رفت. 4-1. سید محمد موسوی، عارف مرادی، پوریا خانزاده مدافعان میتون هستن و محمد فلا به سرویس رو بزنن سیده کرد کننده ایرام سریان. عمران کوکجلی چرا اینقدر پاس کوتاست؟ عارف مرادی به تک دفاع که مصطفی نجفی. عمران کوکجلی پاسش خیلی کوتاه بود اما دفاع رو انجام داد مصطفی نجفی. 4-2. امیرحسین خانی دو فصل در لیگ ترکیه بود، اهل رودسر، استان گیلان هست. مرندی و سید محمد موسوی که مطابق انتظار باز هم موفق هست. عارف مرادی، خدا عارف مرادی، کوکجلی، آرمین گلش نیازی. این بار دیگه خوب عالی و سلط به پرواز در اومد و امتیاز رو به دست آورد برای اورسان. مصطفی نجفی 5-3. دو امتیاز. اورسان عقب هست از میزبانه، از مهمان خودش دو ستم واگذار کرد. مهدی مرندی دریافت اول و خوب رسید امروز به پاسور آفه تبری. چه دریافت خوبی و پاس برای عثمان اصلا جالب نبود. و پوریا خانزاده تک دفاع کار او سخت نیست در این سه زمانی که سیرجان داره سرویس میزنه. پوریا علیزاده داخل میاد لیبرو زمانی که اورسان بخواد سرویس بزنه رافعی دبری. پوریا خانزاده ایس رو گرفت
7-3 بازیکنان با تجربه ملی پوش فولاد سیرجان اجازه خودنمایی رو ندادن به تیم اورسان و بهروز عطایی که داره صحبت میکنه با بازیکنان در رأسشون عارف مرادی و این سمت هم آرش صادقیانی داره با عمران کوکچلی صحبت میکنه. هفته ممنونیم از اینکه از تلویزیون اینترنتی آنتن و دیدار اورسان فولاد سیرجان رو انتخاب کردید و دارید رو هفته توریا حسین خان داره توریا به تور میزنه این بار هفت شا آرمین ولیش نیازی به چه شکل سرویس رو خواهد زد. آرمینی که بهترین سرعتی زن رقابت های نوجوانان جهان هم بوده مرندی باز هم دریافت اون وسایده مطمئن هست و عارف مرادی موفق در کسب امتیاز 8. سید محمد موسوی کوکیلی برای خانی پاس عقب هست بازم شهروز و مایون فرمنش و پوری علیزاده نتونست دریافت بیرون نه چهار از اول بازی ست برتری با تیم سیرجان بود. سید محمد موسوی 3 بار طلای جام ملت‌های آسیا و یک نقره رو هم به دست آورده در بین افتخارات بیشمارش و این ایس روی سرویس او به دست میاد. 10-4 6 پوان برتری است. کار سخت و سخت‌تر داره میشه برای او. 2-3 واگو ست سوم هم اختلاف در عدد یاسه این دو طلای یک نقره رو داره. جام بزرگ والیبال قهرمانی جان 2017 برنز گرفت سید محمد موسوی. بعد از این 11-4 سید محمد موسوی. رافع تبری علی عثمان به تور زد یا دست مدافع برتری توپو اصلا رد نشد. اشکان درخشان به جمران کوکجلی به بازی میاد. محمد موسوی علی عثمان در این باز هم نمیرسه به پاسو. تو برطریق ممکن گنگ شد امیر حسین خانی مرادی دریافت انجام داد. وادی برای شهروز به بیرون زد با ارتفاع بالا و اصخایی هم میکنه سید محمد موسوی. دوازده پنج اشکان درخشان دریافت بازیکنان
تیر جان خوب نبود علی عثمان روی تور شش رو به دست میاره بازم شش امتیاز اختلاف هست اشکان درخشان بازم باید سرویس رو بزنه خانزاده شهروز ما این فرمانش رو دفاع میکنن اما توپ رو محکم به دستان مدافع روی تور میزنه و توپ راهی اوت میشه امتیاز 13 برای فولاد سیرجان وادی هم یه رفتاری کرد که برای رامسری ها خوشایند نبود محمد طاهر وادی دریافت خیلی بد خورسان توب رد شد به خیر عجیبی محمد فلا امتیاز رو به عدد 14 میرسونه برای فولاد سیرجان مهمانی که اصلاً احساس خطر نکرد در میان این همه تماشاگری که در شهید صدر صادق شهر نشستند و سیاوش زمانی 16 ساله حالا به بازی میاد بعد از اینکه جابر اسماعیل پور و امیر حسین خانی نتونستن گره کشا باشن برای پورسان رامسر وادی زمانی رو هم دفاع عارف مرادی و فلاح به نظر میرسه که زودتر از حد تصور بازیکنان اورسان رامسر دست ها رو به نشانه بالا بردن پونزه شش بازم به روز عطایی رو ملاحظه می کنید پس قبل در حراز بود این هم آرش صادقیانی که چه صحبت کرد تیم نتونست روال بازی رو برگردونه 15-6 عثمان زمانی به درد سر افتاد رو پاسی که به او دادم باد برای عارف مرادی شلاق عارف مرادی اسپکایی که یکی پس از دیگری راهی زمین اورسان میشه نه مدافعین روی تور و نه دریافت کنندگان میتونه کاری انجام بدن داری عثمان جاش رو به سامیار حمیدی میده 16-6 اختلاف به عدد 10 رسید عارف مرادی توپ رو رد کرد خان مصور اشکان با خود خان مصور توپ به دست و آنچنان برخوردی نداشت ننشست روی دستش اما موفق شد امتیاز رو به دست بیاره شانزده هفت حمیدی داخل زمین و سرویس رو زد در حال بازی کنه کم تجربه است این جو این تعداد تماشاگر این فشار بازی در حال کار سختی است بخشی از تماشاگران رامسری دارن سالون رو ترک میکنن یه 17-7 امیدی که نباشه اشکان درخشان سیاوش زمانی امتیاز 8 رو به دست میاره هفته هشت همایون فرمانش وادی برای عارف مرادی تک دفاع مقابل او به هیچ وقت راه به جایی نمیبره و امتیاز 18 رو به دست میارن 10 امتیاز اختلاف 18-8 برتری با
تیم آقای بهروز عطایی تا محمد فلاح سرویس رو بزنه. اشکان درخشان رفت منطقه 4، این بار موفق در کسب امتیاز برای اوسان رامسر. هجده نو برای فولاد سیرجان و زمانی یک بار دیگه سرویسش رو میزنه. سرعت رسید محمد موسوی و باز هم کاپیتان با تجربه موفق هست تا امتیاز 19 رو به دست بیاره. هماکان اختلاف عدد 10 پاورجاست. نوزده نو عارف مرادی اشکان درخشان تو فقط رد شد. خانزاده وادی باز هم عارف مرادی و باز هم موفق هست. برترین حمله کننده در نیم فصل اول امتیاز 20 رو به دست میاره. عارف مرادی که متولد 1377 هست، 2 متر و 3 سانتی متر هم قد دوست بازی کنه. اهل دلیجان این چهره. 29 به تیر میزنه عارف مرادی. 20 کماکان اختلاف 10 پاورجاست. عارف مرادی دریافت، چک گرفت، درخشان برای حمیدی، امتیاز رو به دست میاره. تو چه شرایطی هم سامیار حمیدی امتیاز رو به دست آورد. 20-11 وادی الان بیرون آرمان اشکان حق دوست عمر پاسور داخل است. مصطفی نجفی، امین خواجه خلیلی که تازه به بازی اومد امتیاز رو برای تیمش به دست میاره. امین خواجه خلیلی یار شماره 15. در حال میرزا جانپور، امین علوی، آرمان رحمانی دیگر بازیکنان خوبه فولاد سیرجان هستن که به بازی نیومدن اصلا. اشکان درخشان، آرمین قلیش نیازی دفاع رو مولو انجام دادن. سید محمد موسوی بین دستان دو مدافع شلاقش رو زد داخل زمین اورسان. ابراهیم جعفری جایگزین قلیش نیازی خواهد شد و بهروز عطایی که آرمان رحمانی رو میخواد به بازی بیاره به جای سید محمد موسوی. خواجه خلیلی، امین خواجه خلیلی، اشکان درخشان با ساعد برای سامیار حمیدی. خواجه خلیلی برای عارف مرادی و امتیاز 23 هم به دست میاد. فولاد سیرجان این ست رو با اقتدار هرچه بیشتر داره به نفع خودش به پایان میرسونه. 23 یا 11 هستن. حاج خلیلی ایس و چالش مانکن رو رفت. سامیار حمیدی یه لحظه فقط نگاه کرد به تو و سالون دیگه کم کم داره
خالی میشه 24-11 و مچ پوینت برای فولاد استیل جان به چه شکل خواهد بود؟ 11 حاجی خلیل به تور زد انتکی برتری و برد فولاد استیل جان به تأخیر میفته. ابراهیم جعفری باید سرویس رو بزنه و حمله رو از تیم فولاد استیل جان ببینیم. مهدی مرندی و تمام کننده این بازی آرمان رحمانی بود. یار شماره 1 فولاد استیل جان 3-0 باخته داره. هر چه تمامتر این بازی رو از میزبان خودش یعنی اورسان رامسر میبره. باید انتظار بشینیم ببینیم هفته بعد چه نتیجه رو خواهد داد و عاقبت لیگ ما به کجا خواهد رسید و قهرمان چه تیمی خواهد بود. یعنی فولاد استیل جان جزو مدعیان اصلی فتح این جام هست. ممنونیم از اینکه ما رو همراهی کردید از تلویزیون اینترنتی آنتن. خسته نباشید. خدا حافظتون بگیم و همکاران بزرگوار ما که چهار دوربین کار پوشش خبری رو انجام دادیم. نواز گزارش رو هم به بزرگواری خودتون ببخشید. امیدواریم که از دیدن این بازی لذت کافی رو برده باشه. شما رو تا دیگر دیگه خداوند بزرگ و منان میسپارم. روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش.